أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم غاصبا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. چون سوره مبارک اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سور مکی را اصول اعتقادی تشکیل می دهد، یعنی توحید و وحی و نبوت و خطوط کلی فقه و حقوق اخلاق نجزئیات آن، و به تعبیر جناب فخر رازی جریان قضا و قدر هم از عناصر محوری سور مکی است. ذات اقدس اله این عناصر را گاهی با برهان، گاهی با وجدان، گاهی با جمع هر دو در کنار هم ذکر میکنند. بعد از ارائه براهین برای اون مسائل دوباره برمیگردن به جمع بین برهان و وجدان، یعنی هم با دلیل عقلی مسئله توحید را اثبات میکنند، هم با وجدان درونی که از این وجدان درونی گاهی به صورت تجربی دینی یاد می شود. فرمود دریا که شما مردم حجاز کمتر با او رابطه دارید، مردم عراق، مردم یمن و کشورهای دیگر از اونا بهره برند، شما فقط از دور اطلاع دارید، نزدیک یه وسیله تجاری است و وسیله نقلیه دارن که جابجا میکنه. در خود حجاز تجارت دریایی و مسافرت دریایی بسیار کم بود، اما در یمن بود، در عراق بود ماننده. و منظور از این بحر در مقابل بر است، نه دریا در مقابل رود و دجله و امثال ذلك. این تقابل بر و بحر نشون میدهد که جریان دجله، فرات، امثال ذلك، این نهرهای بزرگی که جای کشتیرانی است اونا را هم شامل میشود. یه وقت از دریا در مقابل نهر است، بعد این شامل فقط دریاچه و اقیانوس اینا میشه. یه وقت در مقابل بر است، اگر دریا بحر در مقابل بر بود، دجله و فرات و این گونه از نهرهای بزرگ که جای کشتیرانی است اونا هم شامل میشه. فرمود ربکم الذی یزجی لکم الفلک، آب را طوری خدای سبحان آفرید که مسخر شما قرار داد، مسخر اوست، شما تسخیر نمی کنید. او آب را برای شما مسخر قرار داد که بتوانید کشتیرانی کنید، هم سفرهای تجاری داشته باشید، هم سفرهای غیر تجاری. این حرکت هست، سلطه بر دریاست، این یک محرکی لازم دارد که هو الذی یسیرکم فی البر و البحر. این حرکت محرک میخواد، این تسخیر مسخر میخواد. لا محرک ولا مسخر ولا مسیر الا الله. این برهان. اما وجدان مسئله اینه که شما گاهی تو دریا گرفتار طوفان میشید، گاهی گرفتار باد میشید و در شرف غرق شدنید. وقتی میخواد غرق بشید، همه اون رسوبات جاهلی و اصنام و اوثان همه اونها یادتون میره. اینها مشرکان حجاز معمولاً اونا که جز اشراف بودن، گذشته از بت‌های عمومی که در معبدشون بت‌کده داشتن، یه بت‌های خصوصی هم در خونه‌هاشون داشتن. ابو سفیان اینطور بود، معاویه اینطور بود، ابو جهل و ابولهب اینا اینطور بودن. یه بت‌های خصوصی هم داشتن که در خونه‌هاشون بود و هر وقت می‌خواستن به غارتگری یا به جنگ شروع بکنن، دست بزنن، از این بت‌های خصوصی هم کمک می‌گرفتن. گذشته از این که میرفتن از در معبد و از بتکده‌ها کمک میگرفتن، از این بت‌های خصوصی هم کمک میرفتن. در این فضا میفرماد وقتی یه حادثه دریای پیش آمد،
همه این اصنام و اوثان از یادتون میره، فقط یه نفر یه موجود یادتون است، اون خدا. این راه وجدان است و تجربه دیدی، و این همون خاصیت نور است که در بحث دیروز اشاره شد. نور اولین کاری که می کند اشیا را تفسیر می کند، بعد از تفسیر به تغییر اینها، تکمیل اینها ماننده می پردازد. کسی که شب تار در بیابان دارد حرکت می کند، در او صورتهای مجسم می شود. گاهی دیو می بینه، گاهی جن می بینه، گاهی دشمن می بینه، گاهی ما را عقرب می بینه، گاهی گرگ و گراز می بینه، گاهی درخت را دیو می بینه، گاهی فضای تاریک را خیال می کنه اینجا مرکز دیوها و غورهاست. همین که آفتاب طلوع کرد تمام اشیا تفسیر می شود که کجا کوه هست، کجا راه هست، کجا چاه هست، کجا درخت هست، چی سنگ هست، چی خاک هست، چی آب هست، چی چاه هست. اولین کاری که نور انجام می دهد تفسیر اشیا است. بعد وقتی که این نور ادامه پیدا شد اشیا را تغییر می دهد، یعنی میوه ها را می پزاند، گیاهان را می رویاند، عطر گلها را روشن می کند، شکوفا می کند و صدها آثار دیگر، هوا را گرم می کند. قرآن هم که نور است اولین کاری که می کند اینه که جهان را تفسیر می کند. آسمان زمین خلقت است، دریا و صحرا خلقت است، اینا خالقی دارن، نظم است، نازمی دارن، حرکت است، محرکی دارن. علم هم این چین است، عالم هم این چین است، علم خلقت است، عالم خلقت است، معلوم خلقت است. چیزی در جهان هستی غیر خلقت نیست و خالقی هم در جهان غیر از خدا نیست. این اولین کاری که نور میکند، یعنی قرآن، که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بعد مسئله یسیر لنا و لهم دفائر العقول هست، تفسیر میکند، تکمیل میکند، هدایت میکند، روشن میکند، خیر و شر را بیان میکند، سود و زیان را بیان میکند، حسن و قبیح را بیان میکند، حق و صدق و باطل را بیان میکند، صدق و کذب را بیان میکند و انسانها را میپروراند. اولین کار نور تفسیر است. در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم که دنباله بحثهای قبلی که ما اصلا علوم غیر اسلامی نداریم، برای اینکه معلوم که خلقت است نه طبیعت، عالم که مخلوق است خود ساخته نیست، علم هم که عطیه الهی. اگر مخلوقی با نعمتی مخلوق دیگر خدا را بشناسد این علم میشه سکولار؟ اصلا فرض دارد که ما زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم؟ مشکل اساسی این آیون این است که اینا اسلامی حرف میزنن و قارونی فکر میکنن. جرم قارون همین بود که میگفت این کار من مال من است، فهم من مال من است، من با فهم خودم مال پیدا کردم. انما اوتیت و علا علم اندی. این که اینها بشر را در مقابل خدا قرار دادن این یک شرک مرموزی است. یعنی بشر رو واقعا مالک علم میدونن، صاحب علم میدونن، راه و روش مال اوست. اما اگه بدونن علم یک و نطفتن ممن یه یمنا بود، بدانن برابر اون که در سوره مبارک نحل گذشت و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا بود، بدانن که در آینده نزدیک یا دور منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئاست، دیگه قارونی فکر نمی کنن. اسلامی حرف می زنن و اسلامی فکر می کنن. دیگه نمی گن ما فهمیدیم این بشری خیر، این را خدا به ما داد. اگر وهم است و خیال است و قیاس است و گمان، چون باطل است بشری است. اگر علم است نعمت است. معلم او علم الانسان ما لم یعلم. هیچ یعنی هیچ به نحوه سال به کلیه در هیچ موردی انسان به یک علم یا علمی نمیرسد اگر علم باشد، مگر اینکه نظیر صحیح زرار است، صحیح محمد مسلم است، حجت شرعیت بهی یهدج العبد علی المولا و المولا علی العبد. کدوم رشته است که بشر به او علم پیدا کند، نه صرف فرضی و خیال، یا علمی که طمأنینه باشد که حجت شرعی نباشد. این که بینید تو فقه و اصول میگن یدل علیه العقل و النقل، سرش همین است. هر جا بشر چیزی فهمید این نور الهی یک، حجت شرعی است دو، مثل صحیح زرار و محمد مسلم است.
دیگه نمیشود گفت این بشریست اون الهی. این دین رو در نقل خلاصه کردن گوشه ای الذین یجعلو دین ازین یه ده الذین یجعلو القرآن ازین بود. ازه یعنی تکه تکه یعنی پاره پاره. اگر کسی دین را ازه کرد، تکه تکه کرد، پاره پاره کرد، گفت این بخش عقلی دین نیست، اون بخش نقلی دین است، اونگاه مسئله تعارض علم و دین مطرح است، کارزار علم و دین مطرح است، معارضه و درگیری علم و دین مطرح است، بشری و الهی در مطرح است بمانند دو. اما اگر الذین جعلوا دین ازین نبود، دین را ازه نکردیم، پاره پاره نکردیم، گفتیم دین، عقاید، اخلاق، حقوق، فنون، فقه و احکام دین است که دین را تشکیل میدهد. یک منبع هستی شناسی دین هم اراده و علم ازلی ذات اقدس اله هست ولا غیر. این عقاید را، این اخلاق را، این احکام فقهی و حقوقی را، اون فنون را فقط خدا ایجاد میکنه. فصل سوم، ما از کجا بفهمیم که خدا چه کرد؟ اون را یا با عقل استدلالی میفهمیم یا با نقل معتبر. جای عقل اینجاست. عقل مثل نقل کاشف دین است، نه ولی، نه حاکم. ما که میگیم عقل حکم کند یعنی میفهمد، لیکن عقل که ولایت ندارد، عقل که ربوبیت ندارد، عقل که سمتی ندارد، باید این چنین بکن، اون چنین نکن. ما در تصمیم گیری های شخصی ما یه محور اراده داریم که هر حیوانی هم دارد، هر فرشته‌ای هم دارد، بالا و پایین. اما ربوبیت ما، ولایت ما به دست اوست. ما که ولی قانون نیستیم، که ما قانون فهمیم، نه قانون گذار. قانون گذار اوست، چی باید کرد او میدونه. ما میفهمیم که او چی گفته است، یا با دلیل نقلی میفهمیم یا با دلیل عقلی میفهمیم. پس بنابراین عقل در ردیف نقل در فصل سوم جا دارند. یعنی فصل اول الدین ما هوه، فصل دوم منبع هستی شناسی دین ما هوه و من هوه، فصل سوم وقتی معلوم شد که منبع دین فقط اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است، عقل هیچ نقشی در دین وضع قانون ندارد، در ایجاد دین نقشی ندارد، باید بفهمیم که حالا که دین به دست خداست، خدا چی فرموده است. او رو گاهی با دلیل نقلی میفهمیم، گاهی با دلیل عقلی. وقتی با دلیل نقلی فهمیدیم میشه حجت شرعی، با دلیل عقلی فهمیدیم میشه حجت عقلی. باید عقل در مقابل نقل قرار میگیرد، نه عقل در مقابل شرع. این مطلب عقلی است یا شرعی، هم خودی گاهی بیراه میرود، هم ناخودی از این بیراه رفتن سوء استفاده میکنند. عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شرع. هیچ مطلبی نیست که عقل به او بفهمد مگر اینکه یحتج به الله علی الارض و یحتج به العبد علی المولا. کدوم مطلب است که انسان در زیر دریا شناسی یا اونهایی که مربوط به سفینه های بالای سپهر است تشخیص داد و علم پیدا کرد که حجت شرعی نبود؟ مگر میشه آدم با عقل چیزی رو بفهمه به حجت شرعی نباشه؟ بنابراین قرآن کریم اولین کاری که کرد فرمود این نور است، نور صحنه رو روشن میکنه. دیگه از این به بعد کسی نمیگه ما علوم طبیعی داریم، علوم غیر از علوم خلقت چیزی دیگر نداریم. راه گاهی تجربه است، عقل تجربی، گاهی بالاتر از تجربه است ریاضی، گاهی بالاتر از ریاضی فلسفی و کلامی، گاهی بالاتر از فلسفی و کلامی عرفانی. میشه عقل تجریدی. عقل تجریدی حجت شرعی است. پایین ترین علمی که بشر دارد همین علم طبیعی است، مثل علم طب و داروسازی و گیاهسازی که جذب در اونها بسیار کمه. عقل در مقابل نقل است. شما ببینید در تمام کتاب‌های فقهی و اصولی ما میگن یدل علیه الادله الاربعه، اما عقل کذا، اما نقل کذا.
براءت عقلی در مقابل براءت نقلی است، نه در مقابل شرع. دلیلایی که مثلا تو خیارات اقامه میکنن میگن برای خیار قبر ما دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. نه که دلیل عقلی داریم، دلیل شرعی داریم. اگر یه جا صحیح ضرار اقامه شد دلیل شرعی، اگر یه جا دلیل عقلی هم اقامه شد دلیل شرعی. اگر در اصول میگوین منابع معرفتی ما چهار تاست، کتاب و سنت و عقل و اجماع، برای آن است که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل شرع. گرچه این طرز تفکر اصولی ناسواب است، برای اینکه ما چهار تا منبع معرفتی نداریم، یکی عقل، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع. برابر ما پیروان اهل بیت اجماع به هر تقریبی که تقریر بشود زیر مجموعه سنت است، ولو اجماع محصل و اجماع کل. بالاخره باید از رضای معصوم کشف بکند، دخول معصوم، امضای معصوم، رأس معصوم. اجماع به هر تقریبی که باشد زیر مجموعه سنت است. این روال قطاری بحث کردن پایه علمی ندارد. منبع معرفتی ما یا عقل است یا نقل. اگر نقل شد یا کتاب است یا سنت. اگر سنت شد به وسیله خبر یا اجماع یا شهرت کشف می شود. اگر وسیله خبر کشف شد، خبر یا متواتر است یا مستفید. اگر وسیله اجماع کشف شد یا محصر است یا منقول. اگر وسیله شهرت کشف شد یا شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، این میشه منسجم. حالا یک کسی قبول داره، یک کسی نکول، ولی راه علمیش اینه. نه اینکه بگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع، که اجماع بیفته در ردیف سنت، در برابر سنت قرار بگیره. خب بنابراین عقل هر جا پا گذاشت، اگر عقل بود یعنی برهان بود، این حجت شرعی است. اگر حجت شرعی شد، حالا یا تجربی است یا تجریدی، ما طبق حجت شرعی میفهمیم که خدای سبحان 2 میلیون سال یا 2 میلیارد سال قبل زمین را چنین کرده است، هم اکنون به این صورت درآورده است و پیش بینی میکنیم در آینده به صورت در بیاورد. این میشه علم اسلامی، این میشه زمین شناسی اسلامی. اما وقتی مبدا و معاد را ازش بگیرن، لاشه علم را به دانشگاه تحویل بدن، این دانشگاه دیگه دانشگاه اسلامی نخواهد شد. این سیر افقی اشیاء، زمین اینچنین بوده است در چند میلیون سال قبل، الان اینچنین است، پیش بینی می شود در آینده نزدیک یا دور چنین بشود. این برنامه‌های اسرار خلقتی هم که تو صدا و سیماست همینه، درس‌های دانشگاهی هم همینه. این هو الاول را گرفتن، هو الاخر را گرفتن، خود را به جای خدا نشوندن، بشری دانستن، علم را عطیه خدا ندانستن، قارونی فکر کردن، همینه. حالا بفرمایید. بله گفتیم علوم دیگر، علوم دین عبارت از عقاید، اخلاق، احکام، حقوق، فنون. اینا برابطه به پیدایش چیز خارجی است. مبدع منبع ایجادی اینها اراده خداست. پس دوم منبع معرفتی اینها که خدا چی کرد، چی اراده کرد، چی گفت، اون یا عقل است یا نقل. منتها اگر ما خواستیم اسناد بدیم میشه جزء امور دینی، نخواستیم اسناد بدیم نظیر توسلیات است. همونطوری که تو کارهای دینی بعضی از امور را با قصد قربت باید انجام داد، مثل وضو، بعضی از امور بی قصد قربت هم حاصل میشود، مثل قسل صوب و مانند آن. علوم هم همینطور است. ما اگر خواستیم به عنوان آیات خلقت ببینیم که اسلامی است، باید بگیم زمین را خدا اینچنین کرد، آسمان را خدا اینچنین کرد، معدن را اینچنین کرد، آب را اینچنین کرد، کشتی را اینچنین کرد، که قرآن همینطور تعیین میکنه. اما اگر نگفتیم اینطور نیست که کفر باشد یا معصیت، ولی اینه. اگر خواستیم در فضای اسلامی سخن بگیم، نباید خلقت را کنار بزنیم، طبیعت را به جای خلقت بنشونیم. یک، نباید قارونی فکر بکنیم، بگیم این را بشر فهمید، بشری است نه دینی.
خب بشر که خودش مخلوقه، عالم، زمین که مخلوقه، معلوم، علم هم که مخلوق است، فرمود والله اخرج لكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وعلم الانسان ما لم يعلم. ما به شما دادیم. خب علم که عطیه الهی است و حجت شرعی و تو این فاز و فضا هر چه شما بر جستجو میکنید فقط دین میابید. کجا سکولار هست؟ چی میتونه سکولار باشه؟ معلوم که دینی، علم که دینی، عالم که دینی و جای برای سکولار نیست. نه، اگر کسی قارون شد خودش سکولار کرد، نه اینکه جهان سکولار است یا علم سکولار است. اون نابیناست، نمیخواد ببینه. ذات اقدس الهی فرمود علم شما را به توحید میرسونه، برهان، وجدان شما را به توحید میرسونه. اما در جریان وجدان، چه در سوره مبارکه یونس که قبلا گذشت، چه در سوره مبارکه لقمان که بعدا میاد، میفرماد ما با جهانیان حرف میزنیم. یک، چون زبان فطرت، زبان قرآن زبان فطرت است، زبان فطرت هم زبان جهانی است. کسی هم قرارداد نکرده که اگر تو دریا داره غرق میشه بگه یا الله. به کسی هم یاد ندادن، برای اینکه اینا که در فضای کمونیستی و الحاد و شرک تربیت شدن اصلا خدا رو نشنیدن. خب اینا حالا این زیر دریایی شوروی سابق غرق شد، اینا در اون حال غرق به کجا تکیه میکردن؟ چی رو میخواستن؟ اگر شون چه به دستگاه علمیشون میخواستن برام کنن که همه که اربر اربا شد، همه شون یا غرق شدن یا رابطه قطع شد، این سیمان بریده شد. به کی الان امیدوارن؟ به کسی که تمام امواج دریا در اختیار او، آسمان و زمین در اختیار او، هم میداند به نحو علم نامحدود، هم میتواند به نحو توان نامتوحد و والله. این رو میگن تجربه دینی، این رو میگن وجدان. این رو کسی لازم نیست درس بخونه که این آزمونهای الهی که پیش میاد غبار روبی میکند، کالبد شکافی میکند، میگن تو اینی. تمام این حوادث سخت برای آن است که غبار روبی بکنن، اینها رو بزنن کنار، اون درون ما رو نشان بدن، میگن تو اینی. وقت ما واقعیت خود را اونجا میابیم که وابسته به ذات اقدس الهیم. خدای سبحان نمیفرماد اینا رو ترس میگن یا الله. نخیر، با اخلاص 100% دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص بگن خدا. چرا؟ برای که تمام حجاب ها کنار رفته، فقط یه قدرت مرکزی مونده، به او الان متوسلا. کسی که هیچ چیزی مانع علم اونی و هیچ چیزی هم مانع قدرت اونی و هیچ چیزی هم مانع جود و بخشش اونی است. همین کسی خداست دیگر. اگر علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، جود و سخاش نامتناهی، به هر کسی بخواهد جود و بخشش دارد، گبر و ترسا را وظیف خور دارد، همین کسی خداست دیگر. فمو دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص میگن یا الله. ما هم جوابشون دادیم. وقتی آوردیم بیرون، وقتی آوردیم در ساحل و کنار، دوباره برمیگردن، چون اون دیدهای قبلی، اون غبارهای قبلی میاد، بعد اون درون اینها رو میپوشونه، فیضه هم مشرکون، باز کافره. در چنین فضایی، فرمود به این که اونجا نزدیک بود گرفتار خسوف بشید. ما یه خسوف دریایی داریم، یه خسوف صحرایی داریم، یه خسوف آسمانی داریم، یه خسوف زمینی. وقتی دم یه جای فرو میره میگه انخسفه. قارون را در اثر خسوف زمین فرو بردن. خسفنا بهی و بدار الارض. خسوف که مال شمس و قمر نیست. هر چیزی که توی امر فرو میره گم میشه میگه انخسفه فی. گاهی خسف تعبیر میشه، گاهی خسوف تعبیر میشه. اگر زمین بین شمس و قمر قرار گرفت، چون یه جرم مادی، اون سمت زمین که رو به آفتاب است روشنه، این سمت زمین که رو به آفتاب نیست سایه داره، این زمین که کروی سایه و مخروط است، این سایه مخروطی امتداد پیدا بکنه تو فضا. ماه که میخواد عبور بکنه، اگر در این به قاعده مخروط نزدیک بود میشه خسوف کلی، اگر به اون رأس مخروط نزدیک بود میشه خسوف جزئی، اگر بالاتر از این فضا بود اصلا خسوفی در کار نیست. انسان وقتی شب مطالعه میبینه در شب 14 مثلا،
هم از این طرف سایه حرکت میکنه هم از اون طرف قمر، این قمر وارد این تاریکی میشه، یعنی پشت این تاریکی قرار میگیره. ما خیال بکنیم رفته تو جایی یعنی انخسف القمر، خسوف شده، یعنی رفته تو تاریکی. همین معنای خسوف و تو تاریکی رفتن تو زمین هم هست، تو دریا هم هست. همود میگه حالا آمدید در خشکی، ما خشکی میتونیم شما رو منخسف کنیم، رفتید بالاتر جای دیگه، اونجا میتونیم شما رو منخسف بکنیم. شما اینجور نباشد که در حال خطر بگید یا الله، مواظب باشید که غباری نگیرد، همیشه این یا الله را داشته باشید. و بعد زندگیتون هم تأمین است، میدانید از کی کمک بگیرید و به کی پناهنده بشید. با این نکته که ما یه جانب دریا داریم یه جانب صحرا، فرمود وقتی که شما را به جانب بر آوردن، کی شما را در جانب بر حفظ میکنن؟ جانب دریا را در کناری و صحرا را در کنار قرار دادن، اینا میشه در جانب. این یه جانب دیگه است، این یه جانب دیگه. منتها کسانی که تو زمین مشکل پیدا میکنن، یه کسی باید باشه که از اینها وکیل اونها باشه، مشکل اونها حل بکنه، غیر از خدا وکیل نیست. کسی تو دریا غرق شده کار وکالت نیست. نفر بود اونجا شما وکیل ندارید. خود اونجا باید به دنبال طبیعی بگردید، طبیعی هم ندارید. فرق وکیل و طبیعی اینه که وکیل یه کار ساده انجام میده. این تو زمین خشکی درسته. اما طبیعی باید تتبع کنه، متتبع باشه، جون بکنه. این تو دریا لازمه. اگه کسی تو زمین تصادف بکنه با 4 تا گشت رو پیدا میکنن. اما تو دریا اگر غرق شد که کار وکیل حل، وکیل نمیتونه مشکل حل کنه که طبیعی باید مشکلش حل کنه. یعنی متتبع باشه، پژوهشگر باشه، دریاشناس باشه، غواص غواصی خوب بلد باشه تا بگرده او رو پیدا کنه. همون نه شما تو دریا طبیعی داری، نه تو صحرا وکیل داری. این تجربه دینی برای همه هست. حالا لازم نیست کسی تو سفر دریا یا تو سفر فضا گرفتار خطر بشه. در حال بیماری اینطور است، در مشکلات دیگه اینطور است، در مشکلاتی که کار از هیچ کس ساخته نیست، نه انسان، نه اونها میدونن، نه میتوانن، برفرض بتوانن جود و سخا اونقدر نیست که انجام بدن. در همه این موارد ذات اقدس اله این تجربه دینی را که به اصطلاح از او به وجدان یاد میشود در کنار اون برهان ذکر کرده است. فرمود به این که رب و کم، این اختصاصی به مردم حجاز ندارد، برای این که اینا اصلی دریا و سفر دریایی اینا نبودن. رب و کمون لذی یوزی لکمون فرکه فی بحر، این بحر در مقابل بر است، لذا دجله و امثال دجله هم شامل می شود. لطب تقوم این فضلهی انهو کان بکم رحیما، اما به ازا ایمال برهان مسئله بود، اما وجدان. و ازا مست کم الزر رو فی البحره زل من تدعون الا یهو، تمام اسنام و اوسام و قبائل و اشائر و جاه و مقام و یحسب و ان ما له اخلده و همه اینا از یادتون میره. زل من تدعون الا یهو، تو گفتن استثناء اسنام منقطع است، ولی اینا که قبلا خدا رو نمیخوندن که، اینا فقط اسنام و اوسام میخوندن یا قبائل و اشائر خودشون میخوندن. فلما نجاكم الى البر اعرضتم و اعرضتم، دوباره اعراض بکنید. و این در طبیعت انسان هست، نه در خلقت او، که کان الانسان و کان الانسان کفورا. این کانه که نشانه استمرار است، میگد انسان از دیر زمان اینچنین بوده است. قبلا ملاحظه فرمودید نزدیک 60 مورد ذات اقدس اله از انسان به مذمت یاد کرده است. در موارد فراوانی هم از انسان با شرافت و کرامت و خلافت و اینا یاد کرده است. اون بیش از 50 مورد و نزدیک 60 مورد تمام اون مذمت ها مال اون جنبه اینی خالقون بشرن من تین است. و تمام اون منقبت ها و مد ها ما رو اون جنبه فیضا سبیته و نفخت فیه من روحی که اینی جائلون فی الارض خلیفه لقد کرمنا بنی آدم، به اون جنبه برمیگردد. فرمود انسانی که اون جنبه الهی را رها کرده، فقط یأکل و یمشی فی الاسواق، خود به دیگران را میبیند، همینه. و کان الانسان کفورا، این مال جانب دریا.
اف امنتم ان یخسف بکم جانب البر، حالا ما در جانب دریا شما رو نشون دادید، نجات دادید، جانب درد خشکی چی بار میکنید، حالا آمدید اینجا مگر در امانی؟ اینجا اگر مشکلی براتون پیش بیاد که محل مشکل شما رو حل میکنه؟ این یه جانب است، اینم جانب دیگر. ام امنتم ان یخسف بکم جا، ما یه خسوف آسمانی داریم، خسوف زمینی داریم، خسوف دریایی داریم، خسوف زهرایی داریم، چون که نور آسمانی داریم، نور دریایی داریم، نور زمینی داریم، نور آسمانی هم داریم. اف امنتم ان یخسف بکم جانب البر، که مثل نظر قارون خسفنا بهی و به داره الارض، او یرسل علیکم حاصبا، یا نه از بالا امین شهاب سنگ ها و مانند اون بیاید، یا بلاهای دیگری نظیر سنگ ریزه های عادی بیاید که به حیات شما خاطر میدهد. او حاسب المرزی، حاسب هم معنی حسبا و سنگ ریزه و امثال ذالک است، هم معنی سنگ انداز. او حاسب ثم لا تجدوا لکم وکیلا، هیچ کسی نمیتوند، چون در جریان خشکی است، در موارد دیگر وکیل کافی بود، ولی در برابر کار خدای سبحان وکیلی نداره که دفاع بکنه از شما، به خدای سبحان بگه چرا این کار کردی یا جلوی کار خدا رو بگیره. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارت اخرى، حالا این بار ما شما رو تو دریا نجات دادیم، بار دیگه رفتی کی شما نجات میده؟ و سفر دریاییتون که تمام نشد که، شما که در کشورهایی هستید که در ساحل دریا زندگی میکنید، از تجارتتون تو دریاست، زندگی بخش مهم زندگیتون تو دریاست، اینا که ساحلی زندگی میکنن بخش مهم تجارتتون آب دیگه، اینا که ارتباطشون جای دیگه خیلی کمه، اینا تجارت رو آب دارن، بعد به دیگران منتقل میکنن. حالا این بار ما شما نجات دادیم، بار دیگه که شما نجات میدید؟ هم امنتم ان یعیدکم فیه تارتا اخرى، اونگاه ما خودمون باد میفرستیم به حیات شما خاتمه بده، فیرسل علیکم قاصفا من الريح، تون باد میفرستیم که شما را بازگون کنه، فیغرقکم، شما را غرق میکنه در اثر اون کفری که داشتید که کان الانسان کفورا، به ما کفرتون در چنین فضایی، ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا، کسی باید تتبع کنه، جستجو کنه، شما را از دست ما نجات بده، اینجور نیست. نه شما وکیل صحرایی داری، نه طبیع دریایی، اما قدرت الهی هم در صحرا حاضر است، هم دریا دریا حاضر است، هم تو آسمان حضور دارد، هم تو زمین حضور دارد. والذی فی السماء الهٌ و فی الارض الهٌ، بنابراین این تجربه دینی، این وجدان را که زبان فطرت است و زبان بین المللی است و همه فهم است و درس خونده و درس تخونده در او سهیمن، اینو در بخشای وسیع از قرآن کریم آورده، چون قرآن هدن لناس است دیگر. تو سوره مبارکه لقمان مرازی فرمایید همین معنا را به عبارت دیگر ذکر فرمود، آیه 31 و 32 سوره مبارکه لقمان این است، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور و اذا غشیهم موج کدبر دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر فمنهم مقتصد ما یجهد بآیاتنا الا کل ختار ختار کفور. تو سوره مبارکه یونس هم مشابه همین قبلا گذشت، در سوره مبارکه یونس آیه 22 و 23 این بود، هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءت ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین. این طور نیست که ظاهرا بخوان که این غبارها کنار می رود، اون توحید درونی شکوفا می شود، با اخلاص میگوین یا الله، فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق یا ایها الناس انما بغیهم علی انفسکم. بعد میکنن 3 ساعت و نیم میرسن، همه را به اساس اصول ریاضی بررسی میکنن، میگن ما بعد از 3 ساعت و نیم میرسیم، اونجا هم بلیت میفروشن، میگن که وقتی جهت مخالف حرکت میکنیم ناچاریم کنتر بریم، جهت موافق حرکت میکنیم تونتر میریم،
همه نظم است. این نظم را به اون معرفت دوخ، چه در سوره توبه یاسین، چه در این آیه. فرمود به این که نظم دریایی را ما بهده داریم. وقتی هم که غرق شدید میگید یا الله، همه اون علل و عوامل از یادتون میره. این استثناء استثناء منقطع. ذل من تدعون الا اياه. تدعون دعا دعای سؤال است، نه دعای عبادت. هر کرا میخواندید، به هر جای متوسل میشدید، همه از دستتون را گم میشه. فقط یک چیزی رو میخواید. اینی که بگن یأس از رحمت خدا کفر است. یأس از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه بگه تو عالم کسی نیست که مشکل رو حل کنه، این میشه کفر. چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم؟ کسی که عالم و آفرید که مغرور عالم نیست. کل این علل و عوامل در اختیار او. خب بدون نجات بزنید. اگر این چنین است، یأس از رحمت میشه کفر. و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست. الحمدلله رب العالمین.